دفتر مطبوعاتی کاخ سفید با صدور اطلاعیه‌ای درباره تنش‌های جاری در اوکراین به چند نکته مهم اشاره می‌کند. نخست آنکه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و همچنین اصلاح قانون اساسی در آن کشور دارای اهمیت است و به همین دلیل است که آمریکا یک کمک حدود 12 میلیون دلاری برای حمایت از برگزاری انتخابات آن کشور در روز 25 ماه می تامین می‌کند. از سوی دیگر بسته 1 میلیارد دلاری وام اقتصادی آمریکا به اوکراین نیز برای حمایت از شرایط آسیب‌پذیر شهروندان اوکراین در نظر گرفته شده است. امنیت انرژی، اجرای قانون و مبارزه با فساد نیز مسائل مهم دیگری را تشکیل می‌دهند که در سرلوحه کمک‌های آمریکا قرار گرفتند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در ملاقات خود با یک گروه 50 نفری از فعالان مدنی در اوکراین گفت: دموکراسی یک هدف نهایی نیست، بلکه راهی است که باید آن را طی کرد. و سپس گفت: ایالات متحده بر گسترش دموکراسی، مبارزه با فساد موجود و یک پارچگی اوکراین تمرکز دارد. در همین حال، جکارنی، مشاور مطبوعاتی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه خود گفت: ما همچنان شرایط بخش شرقی اوکراین را که بسیار حساس باقی مانده است زیر نظر داریم. وی هرچند گزارش‌هایی را که درباره آنچه در اسلاویانسک گذشته است تایید نمی‌کند، با این همه در چارچوب حضور شبه نظامی‌هایی که در بخش شرقی و جنوبی اوکراین هستند با روسیه سخن می‌گوید. We continue to call on Russia to use its influence over these groups. ما همچنان از روسیه می‌خواهیم که از نفوذ خود بر گروه‌های موجود در بخش شرقی و جنوبی اوکراین استفاده کرده و آنان را وادار کند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و ساختمان‌هایی را که اشغال کرده اند به مقامات زیرب بازگردانند. وی مجدداً بر نفوذ روسیه تاکید کرد و گفت: ما امیدواریم روسیه با توجه به نفوذش بر گروه‌های شبه نظامی برای بازگرداندن آرامش به اوکراین استفاده کند. با این همه به نظر می رسد علاوه بر وجود ناآرامی ها در اوکراین و تأمین امنیت و ثبات در آن کشور، نگرانی از یک اقدام احتمالی جدید در منطقه توسط روسیه مسئله است که همچنان آمریکا و متحدان اروپاییش را نگران نگاه داشته است. پریچهر فرزان، صدای آمریکا.